وقتی به کائنات نظر بیفگریم، از کوچکترین ذره تا خورشید یک هماهنگی خارق‌العاده را احساس می‌کنیم. هر جسم با جسامت خاص خود سرعت تعیین شده اش و مدار مشخصه از همدیگر تأثیرپذیر و در یک تعادل حساس قرار دارند. فکر کنید، اگر مهتاب کمی بزرگتر می بود از مدارش بیرون می شد و اگر زمین کمی بزرگتر می بود از مدار خورشید بیرون می شد و می رفت. و این خداوند است که همه اینها را اداره و نظام بخشیده است. بدون شک این طور است. تعادل‌های بیولوژیکی، اکولوژیکی، فیزیکی، طبی و حتی روانشناسی و اجتماعی هم چنین هستند. این وضعیت نشان می‌دهد که همه چیز در جای خود و با موازین و معیارهای تعیین شده با اداره الهی سوق و اداره می‌شوند. باید بگوییم که برای موجودات خلاف این اراده حرکت و جهش محال است. اما یگانه استثناء بنی آدم مطابق آزمون تقدیر شده با اراده جزئی خود می‌تواند به این تعادل اثرگذار باشد. بخصوص در مورد حق و حقوق متقابل با یکدیگر دچار بعضی اشتباهات می‌شوند. تیشه بر ریشه خود می‌زنیم و دیگران را آزرده می‌سازیم. همیشه یک راه برگشت دروازه توبه تا موعد مرگ در فراراه ما قرار دارد. در این راهی که از تار مو باریک‌تر و از شمشیر برنده‌تر است، یک تأثیر کوچک می‌تواند در به اسرار را بگشاید. با هم تماشا می‌کنیم. خانم، پرنده نمی‌خرین؟ کاکا لطفاً از اینجا برو، مشتری‌ها را ناراحت نساز. عجیب از به خدا، همراه شما دقم مونده‌ایم. برو پرنده ته دیگه، اونجای دیگه بفروش. حالا زوچو. دیگه اینجا نبینم دلا. درست است، میرم. نزاکتام خوب چیز از به خدا، فقط که اینجا پرنده فروش. برو مزاحم مشتری‌ها نشو. عجب آدمایی هستن. پرنده می‌فروشیم. پرنده دارم، پرنده می‌فروشیم. پرنده. برو از اینجا گم شو ایلای ما کو. حق ما بته کاکا، حق ما بته. ما از تو قرضدار نیستم، تو هیچ گپ نمیفهمی. حق ما بته گفته شلستی. پیسه که دست سخت است، برو دیگه. اما کاکا، این پیسه کم است، اما خاکی برام وعده کرده بودی بته. گناه دارد، تا شما کار کردیم. برو دیگه، اگر نیو رو مزدت خواد گرفتم، گم شو. تا شما کار کردیم، اقدر پیسه پیدا کردی، چرا حق ما نمیتی؟ برو گم شو از اینجا. حق چی؟ کدام حق؟ اوه جلال بیدار، خوش آمدی. چی حال داری؟ خیرات است میلاد. گامشکو، بیا بریم داخل. میلاد، این کار درست نیست. حق طفل باید برش میدادی. چی گفتی؟ اگه تو پیش بری کسی پیشت کار نخواد کرد. در ضمن انسانیت با پول نمیشه خرید. با ما کارگر نی، پیسه کار از بچهش. این دوران دوران پیسه است. اگه پیسه داشتی اعتبار داری، اگه نداشتی هیچ چیز نیستی. نه میلاد، نه، کارت درست نیست. حق مردم است. آفاق حق گفته قایم گرفتی. پشت حق نگرد بچه. هر چی خواهی در جان مردم بزنی موقع موفق استی. بی بی جلال، بعد از وقت تو پیشم اومدی یک پایت سیکو. باید حق او بچه را میدادی. پشتش نگرد، او بچه رفت دیگه، او را کی میبینه؟ او تو نگو. بازم اگه بیاد چی از دستش میاد؟ اوه خدا. در پیش پستخانه یک چای خانه سنتی است، میریم یک چای میخوریم، پیسه شما میدم. نه، من یک جای دیگه میرم، تو هم دکان ایلا نمان. ما هم کار دارم، عجل باید برم. رفیق بیا، از ما در پستخانه کار دارم، اگه نشه رو دکان خدا ایلا بانم. اونجا که کارم خلاص شد میریم چای خوردن، باز پس میاییم. نه تو خودت برو. که ایلایت میکنم، دوست دوران کودکیم پیش ما آمده، ما او را چای نخورنده که روانش میکنم. حالا بیا که بریم. بسیار خوب. پرنده میخرین؟ میفروشمش؟ نه خیر کاکا. کارای پستخانه را خلاص کردم، میبخش یکم دیر شد. خب بریم در چایخانه ای که میگفتی. پیش تو که بریم نه؟ بریم. حالا زود باش که به نماز جمعه نمیرسم. آی دوست نماز خانمه، با عوض مام بخوان. میلاد مزاق کردم، تو هم زود جدی میشی، یکی بریم. سلیمان چی شده بچه؟
اینجا را خیلی دوست دارم. هوایشه، چایشه، با دوست همیشه اینجا میایم. خوش آمدین. خوش باشی. سمیم جان، بمودو چای بیار. با چشم سایی. خیر ببینین. بود پالش، بود رنگ میکنم، بود پالش، بود رنگ میکنم. بود پالش. او خدا. رنگ کنم. برو کاکا، برو یکان جدیگه ما رنگ منگ نمیکنیم، برو. بوتایتان رنگ میکنم. باشیم یک چیز میگفتم. این بکس جیبی را پیدا کردیم. از جیب کسی افتیده. شما جیب خود ببینین. شاید از شما باشه. کاکا جان، اگر داخلش پیسه زیاد است از ماست. بعد از میلاد. این نفر سعی که چقدر صادق است. خداوند خیرت بده کاکا. این بکس از ما نیست. تو را به یک گوزه پلیس ببر. خوب گفتی باشیم. اما اگر دوزه ببرم سرم مشکوک نشن. انشالله صاحبش پیدا خواهد شد. باز برش میتاب. شاید هم از خودم غریب و بیچاره باشه. داخلش حبیبی، شاید شماره تلفنی گپش باشه. اگه داخلش الماسون باشه بازش نمیکنم. خداوند از شر شیطان نگاه کنه. خداوند اخی کسر سر کس نمانه. حالا پیشم باشه. وقت صاحبش پیدا کردم برش میتم. اگه یافت نشد داخلش سیل میکنم و از هویتش پیدایش میکنم. اگر نشد باز به اوزه میبرم. دیگه چی کنم؟ اگه کسر دیدین که باکس خود گم کرده مرا خبر بتین. ما دمی اطراف پارک هستم. بود پالش، بود رنگ میکنم، بود پالش. ساده، شاید پیسه که داخل باکس است یک سال گزارش شود. او پیسه حرام است میلا. بیا که بریم دیگه، وقت نماز رسیده. چیگه پس، نکه نماز جماعت پیش قضا میشه. سمیم، حساب بیار بچیم. جگرخونی نکو بچیم، یکان جای دیگه کار برد پیدا خواد شد. حالا نان تا بخو. دلم نمیشه. اوتورم شده؟ یکم باید بخوری، از خاطر ما بخو. اگه پدر زنده می بود، که در یال روز می بودیم. ما مال آرام آسوده زندگی میکردیم. یک کار نو پیدا میکنم مادر. حتما بچیم، خداوند خودش روزی رسان است بچیم. تو زیاد تشویش نکن، خدا جزای کسی که حقت خورده میته. ما تنها حق خود خواستم مادر. خدا را شکر میگذاره دیگه. بچه ها، دم اینجا پکس جیبی خود را گم کردیم. شما ندیدین؟ کل پیسان در بینش بود. مال چی خواد کردم؟ دوزه برم چی تو؟ اوه خدا، ما تباه شدم. کل پیسان در داخلش بود. ما بود که پس انداز میکردم. آره چی خواد کردم؟ بیا کاکا جان بیا، من تو را میبرم. بیا بیا کاکا، بکس جیبیت پیش امی کاکاست. چیز بخیال این بکس جیبیم به پیش شماست. خدا گم که ما شما را کدام جای دیدیم؟ شما استاد مراد هستین؟ آه وسیل خان، بله استاد مراد هستم. استاد مراده که در یک روز سرد و برفی زمستان از کار کشیده بودی و حقش نداده بودی. بیبی که بچی آلو یک وقت ناطل قارون سروتمند نبودی؟ یک عالم دوکان و جایداد نداشتی؟ چی شد که با این آلو روز گرفتار شدی؟ کل چیز خدا دست دادم استاد مراد، خانه، فامیل، کل چیز خدا. هیچی گپ هست کاکا، تو آلی آدم همش نستی؟ عجیب است به خدا، در استانبول چقدر انسان زندگی میکنه. با بکس جیبی آدم هم استاد مراد پیدا میکنه. صاحب بکس جیبی هم کسی است که سالها پیش استاد مراد از کار کشیده. او خدا، بیشک که تو قادر هستی. ما برات گفته بودم که حقم به تی ندادی و سرزنشم کردی و از پیش خود راندی. با پول خود مغرور شده بودی، با کارگرا هم به قدر خاص ارزش نمیدادی. گفته بودم خداوند صابری ازت پرسان خواد کرد، گوش نکردی. دیدی آقا وسیل، دیدی حق عرق پیشانی از بین قدر انسان گذشت و به دست ما رسید. بگی هرچند که کته پای خود پیشم آمده، اما این پیسه از من ایست استوس. خوب متوجه نشدم کاکا، آلی بکس جیبی استوس؟ بله از ماست. خوب بخی گنگ شدم، بکسه که گم کدی. از بین و قدر انسان کسی که از کار کشیده بودیش او را پیدا میکنه. ما خخلم کار نمیکنه. برات قصه میکنم بچیم، با ای آقا وسیل 25 سال پیش در بازار یک جا جنس میفروختیم.
بسیار پیسه پیدا کردیم. اما چشم آقا وسیله سیر نشد. مزد کارگرارم برشان نداد. حق هر کس خورد. بعد از اود یک روز زمستانی مرا بیرون انداخت. اخراجم کرد و پیسه من برم نداد. خداوند کسایی را که حق بدل را میخورن دوست نداره. مرا ببخش استاد مراد. عفو کن. بگی این پیسه‌ای که در باکس هست از تو باشه. بسیار دیر شده اما حق توست. مرا ببخش. حق تلال کن. ما چی کار هستم؟ خداوند ببخشید. باکس جیبی تام بگی هیچ موازش نکدیم. با پیسه تام دست نزدیم. تو با این پیسه بیشتر از ما ضرورت داری. خدا را شکر پردیم و میشه. حقمون برای تلال باشه. برای دگه اگنی او رو مزید خواد گرفتم گم شو. تا شما کار کردیم تو قدر پیسه پیدا کردی چرا حق من امیدی؟ برو گم شو از اینجا. حق چی؟ کدام ها؟ جلال، فکر میکنم تو عقبا جانب بودی. حادثه امروز مرا بسیار تکان داد. ای به زندگی ما بسیار شباهت داره. من امروز صبح کارو نفر را که 25 سال پیش کده بود انجام دادم. یک کس را که پیشم کار میکنه از کار کشیدم. پیسهشم ندادم. اشتباه کردم. ما باید خونه سلیمان برم. همراه میری؟ حتما میرم. بریم. بفرمایین کی کار داشتین؟ مرا نشناختین خواهر؟ من صاحب کار سلیمان هستم. آه بله بله. سلیمان خانه است؟ خانه است. چی کار داشتین؟ میشه سلیمان صدا کنین؟ کم کار داشتیمش. سلیمان بچم. کاکا خیریت هست؟ کدام گپ شده؟ نه سلیمان، امروز با تو بدرفتاری کردم. اینه بگی یه حق دوست. بگی حالا بگی دیگه نشر. حق تبارم حلال کو. مرا ببخش. حلال باشه کاکا، بخشیدو. بعد از یوم هر مشکلی که داشتی حتما برم بگو. فردا صبحم سر کارت باش. دیر نکنی. شبتون خوش. شب بخیر. در زندگی خودی چه قدر احساس خوشی نکده بودم. مثل پرنده سبک شدم. چه خکور شده بودم. شکر چشمایم باز شد. فهمیدم که در دنیا پیسه همه چیز نیست. عجب انسانهایی هستیم. بعض وقتا اقدر حریص میشیم که متوجه بهترین خوشبختی های زندگی خود نمیشیم. به خاطر پای بردن باید شاید حوادث حیرت انگیز مثل امروز دور باشیم. الله اکبر. الله اکبر. نماز خواندن میری؟ بله. خیمه امروز میرم. یک بریم. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا در دنیای مایکرو و میکرو میلیون ها ستاره و میلیون ها حجره وجود دارد. اگر این همه با یک سوق الهی مطابق یک معیار و تقدیر در مدارهای معین در حال سیر باشند و تعادل هیچ خراب نشود که همان طور هم است، اراده حق بنده را هم ضایع نمی کند و حق را به حقدار حتما می رساند. هیچ کس مورد بی‌عدالتی قرار نمی گیرد. در توبه برای بی‌عدالتی ها تا هنگام مرگ باز نگه داشته می شود یا در دنیا و یا در آخرت پاداش و سزای اعمال انسان ها برایشان داده می شود. بله بیننده های عزیز، باز هم رسیدیم به پایان یکی از قسمت های دیگر. حوادث اسرارآمیز زندگیتان را با ما در میان بگذارید، زیرا این حوادث افق دید ما را نسبت به زندگی وسعت می بخشد.